درود به این برنامه خبری تحلیلی در بخش فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. برنامه امروز اختصاص داره به چندین خبر و گزارش پیرامون توطئه خونسا شده جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ. البته در طول این برنامه کارشناسانی نیز با ما همراه خواهند شد و به ابعاد مختلف این ماجرا خواهند پرداخت. اما در این ارتباط وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز جمعه جزئیات کیفرخواست مربوط به خنثی‌سازی یک توطئه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد. بر اساس یک کیفرخواست جنایی ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن نیویورک، یک مقام ناشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه سپتامبر 11 در واقع شهریور تا 9 مهر ماه به یکی از عوامل حکومت ایران دستور داده بود برنامه ای را برای رصد و در نهایت کشتن ترامپ آماده کند. البته در سوی دیگر این ماجرا سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح ترور دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده است. با هم گزارش رو ببینیم در این ارتباط. مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده میگوید کمتر تهدیدی در جهان علیه امنیت ملی ایالات متحده به اندازه تهدید جمهوری اسلامی جدی است. به گفته او وزارت دادگستری یک عامل جمهوری اسلامی به نام فرهاد شاکری 51 ساله را متهم کرده که از سوی حکومت ایران مأمور هدایت شبکه‌ای از افراد جنایتکار به منظور انجام توطئه‌های ترور علیه افرادی همچون دونالد ترامپ شده بود. گارلند افزود دو فرد دیگر را نیز که به عنوان بخشی از شبکه مزبور برای ساکت کردن و کشتن یک روزنامه‌نگار آمریکایی منتقد جمهوری اسلامی در خاک آمریکا استخدام شده بود بازداشت و تفهیم اتهام شدند. این مقام آمریکایی به نام این روزنامه‌نگار اشاره‌ای نکرد، اما مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی ایرانی آمریکایی اعلام کرد که FBI به او اطلاع داده است دو مرد به اتهام تلاش برای کشتن او در دانشگاه فیرفیلد، جایی که قرار بود سخنرانی کنم، دستگیر شدند. دو متهم دستگیر شده آمریکایی کارلایل ریورا 49 و جاناتان لاودهولت 36 ساله هر دو ساکن نیویورک معرفی شدند. دادستان کل ایالات متحده تصریح کرد آمریکا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای به خطر انداختن امنیت ملی آمریکا و شهروندان آمریکایی را تحمل نخواهد کرد. کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال آمریکا یا FBI گفت اتهامات مطرح شده تلاش‌های مستمر و گستاخانه حکومت ایران برای حمله به شهروندان آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، دیگر رهبران آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. به گفته او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی با همکاری جنایتکاران و قاتلان در حال توطئه برای حمله به آمریکایی در خاک آمریکا بوده است و چنین چیزی تحمل نخواهد شد. کریستوفر ری افزود به لطف تلاش گسترده FBI طرح‌های مرگبار مختل شده است. در مقابل اتهامات مقامات آمریکایی، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح شنبه اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در توطئه ترور دونالد ترامپ را بی اساس خواند و مدعی شد که منشأ این اتهام اسرائیل بوده و هدف از آن پیچیده‌تر کردن مسائل بین آمریکا و ایران است. در حالی جمهوری اسلامی عملیات خارج از کشور را تکذیب می‌کند که در چند سال اخیر ناراضیان سیاسی از جمله روح الله زم و جمشید شارمهد خارج از ایران ربوده شده و در داخل ایران اعدام شدند. فردی که مقامات آمریکا به عنوان عامل جمهوری اسلامی برای برنامه‌ریزی ترور احتمالی ترامپ معرفی کردند، فرهاد شاکری نام دارد. بر اساس اسناد دادگاه، فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد، اما پس از سپری کردن 14 سال در زندان به جرم سرقت، سرانجام در سال 2008 از ایالات متحده اخراج شد و گمان می‌رود اکنون در ایران باشد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوسییتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند.
بر اساس اسناد دادگاه، فرهاد شاکری طی 40 روز گذشته از تهران به طور داوطلبانه 5 بار در مصاحبه‌های تلفنی FBI شرکت و اعتراف کرده که مقام سپاه پاسداران چند ماه پیش به او دستور داد سایر طرح‌هایش را کنار بگذارد و تنها بر طرح ترور دونالد ترامپ تمرکز کند و هر قدر بخواهد می‌تواند پول خرج کند. پیش از این نیز مقام‌های آمریکا از تلاش مداوم جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و چند تن از اعضای دولت پیشین او به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران سخن گفتند. کاوه ادیب، صدای آمریکا. در گزارشی که دیدیم همچنین اشاره شد به طرح ترور نافرجام مسیح علی‌نژاد، توطئه نافرجامی که پیشگیری شد. اما در این ارتباط ساعتی پیش صدای آمریکا گفتگویی داشت با مسیح علی‌نژاد و از او پرسید که در این ارتباط انتظارش از دولت آینده آمریکا چیست؟ من از دولت بایدن الان توقعی نمیتونم داشته باشم، به دلیل اینکه از من خواستن برم زیر حفاظتی که در واقع خیلی حفاظت سفت و سختیه، ولی من دوست ندارم به اون شکل تحت حفاظت قرار بگیرم. اینجا تو آمریکا بهش میگن witness protection، یعنی باید اسمم رو تغییر بدم، چهرم رو تغییر بدم، احتمالاً سوشال سکیورتی نمبر رو تغییر بدم، در واقع هویتم رو تغییر بدم. تا آخر عمر از این زندگی احتمالاً میدن که من اونجا امن باشم، ولی این اون چیزیه که من نمیخوام، چون مرگ تدریجی من محسوب میشه، قتل من محسوب میشه اگر من نتونم حرف بزنم، اگر نتونم اعتراض بکنم، اگر نتونم مبارزه بکنم، اگر نتونم امتداد صدای زنانی باشم که در داخل ایران دارن میجنگن. ولی از دولت ترامپ توقعی بیشتری دارم که از یک طرف قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست میکشن، از یک طرف سپاه رو در لیست تروریستی قرار میدن. ولی الان اخیرا آقای ترامپ میگه من به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستم. دلم میخواد که آقای ترامپ و در واقع دولت آینده بدونن که مردم ایران ولی به دنبال تغییر رژیم هستن، جمهوری اسلامی رو نمیخوان و منم امتداد اون صدا هستم و از آزادی بیانم در آمریکا دارم استفاده میکنم که این صدا رو پررنگ‌تر بکنم. بنابراین تاکید میکنم که دولت آینده باید در برابر این حکومت بایسته، از همه نظر این حکومت رو منزوی بکنه و مذاکره راهش نیست. جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی نمیفهمه، تنها زبانی که میفهمه زبان فشاره و باید دولت آمریکا هر گونه مذاکره با چنین حکومتی رو متوقف بکنه و حامی مردم ایران باشه، حامی کسانی مثل آهو دریایی، مثل نرگس محمدی، مثل فاطمه سپهری، مثل گلرخ ایرایی و تک تک زندانیانی که در خط مقدم ایستادن، خانواده کشته شدگان از خانواده پویا بختیاری، ناهید شیرپیشها تا خانواده نیکا شکرمی. اینا هستن که در واقع از دل ایران میگن جمهوری اسلامی رو نمیخوان، گلوله نسلی بهشون میشه. اما پیش از آن که به سراغ مهمانا بریم، یک خبر کوتاه دیگر رو هم اشاره کنم. بیانیه‌ای که کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال آمریکا منتشر کرد و که در این بیانیه گفته که اتهامات مطرح شده در روز جمعه تلاش‌های مستمر و گستاخانه حکومت جمهوری اسلامی برای حمله به شهروندان آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، دیگر رهبران آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی را نشون میده. در ادامه گفتن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی با همکاری جنایتکاران و قاتلان در حال توطئه برای حمله به آمریکایی‌ها در خاک آمریکا بوده است و چنین چیزی تحمل نخواهد شد. اما در اینجا دو میهمان در برنامه همراه ما هستند، آقایان شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا، و نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. پرسش نخواستم و مایلم که نظر هر دو بزرگوار رو داشته باشم. آقای خلی، جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه؟ از این ور حمله مستقیم به اسرائیل در کمتر از 6 ماه 2 بار، این ور میبینیم از طریق حزب الله پهپاد به سمت اقامتگاه نتانیاهو، حالا هم که بحث تلاش برای ترور آقای ترامپ. بفرمایید. سی گارچی گرمی خدمتون درود میفرستم و خدمت جناب محبی و همه مخاطبان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که با
اون چه که مشخص هست و شهادتی که بنده در برابر مجلس عوام کانادا دادم، کمیته خارجیشون، و شهادتی که دیگر ایرانیان چه در کنگره آمریکا مطرح کردن چه در پارلمان اروپا مطرح کردن، همه دائر بر شواهدی هست که ما از خودمون در نیاوردیم. شواهدی هست که سازمان‌های اطلاعاتی، پلیس هر یک از این کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، اونها این اطلاعات رو از در واقع مجاری مختلف در شکل کیفرخواست، در شکل گزارش‌هایی که خودشون تسلیم کمیته‌های مربوطه در هر یک از این کشورها کردن، نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی به خصوص در 7-8 سال اخیر فعالیت خودش رو برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و یا هدف قرار دادن مقامات برخی کشورها تشدید کرده. و این شبکه تروریستی یک شبکه تروریستی هستش که از در واقع از عوامل نظامی و غیر نظامی، از عوامل ایرانی و غیر ایرانی کمک میگیره. بنابراین اون چه که وجود داره این هستش که بغدادی من به خصوص پس از میان برداشته شدن سلیمانی به وسیله پرزیدنت ترامپ، یا به دستور پرزیدنت ترامپ در واقع باید گفت، اون چه که اتفاق افتاد این هستش که جمهوری اسلامی در صدد بوده که به هر قیمتی که شده انتقام بگیره و اهداف این انتقام متنوع هست. ما در سپتامبر سال 2023 داشتیم که رئیس موساد اعلام کردش که اگر جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن اتباع اسرائیلی و یا شهروندان یهودی دیگر کشورها ادامه بده، ما در قلب تهران هر کس که دستور چنین حملاتی رو داده صادر می‌کنیم. در این کیفرخواست 26 صفحه‌ای اتفاقا در بخش مهمیش علاوه بر این شش فقره اتهامی که علیه شبکه شاکری ذکر شده، صریحا ذکر شده که یکی از اهدافی که شبکه شاکری یا در واقع همدستانشون میباید در نظر میگرفتن توریست های اسرائیلی در سریلانکا هستن یا بودن. بنابراین به نظر من میرسه که وقتش هست اروپایی ها به خصوص و کانادایی ها از خواب بیدار بشن، و آمریکایی ها هم به نظر من انتقاداتی به این کیفرخواست دارم. به نظر من فقط بنا به دلایل امنیتی نیست که این کیفرخواست گنگ و مبهم هست. به نظر من این به خاطر بی ارزگی و ناشایستگی دولت آقای بایدن هم هست و سیاست مماشات تا حد مرگی که در پیش گرفتن. و نباید فراموش بکنیم آقای پامپئو، آقای بولتون، اینها هم از اهداف بودن علاوه بر آقای ترامپ. و این چیزی که منتشر شده باز توی این کیفرخواست مشخص نیست. آیا این سومین تلاشی هستش که علیه آقای ترامپ انجام میشد، یا در زمره اون دوتا تلاش دیگری هستش که در روز 25 سپتامبر از طرف ODNI به اطلاع آقای ترامپ رسونده شد؟ بله، ادامه میدیم. البته پرسش هایی در صحبت های شما بود که مطرح هم کرد. آقای مایبی، دیدگاه شما را هم بشنویم. جمهوری اسلامی دنبال چه هستش با این کارها؟ من صدای آقای مایبی رو ندارم. صدای منو داری؟ خواهش میکنم، بفرمایید. با سلام به شما و آقای خلدی، ممنونم از دعوتتون. ببینید، پرسشی که برای من مشخصا مطرح هست اینه که حالا مسئله اسرائیل مسئله جداست، مسئله اسرائیل و جمهوری اسلامی. در رابطه با مسئله ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی و آمریکا، چرا تمام این اتفاقاتی که در داخل خاک آمریکا داره اتفاق میفته، تهدیدات مداوم علیه شهروندان آمریکایی، علیه مقامات سابق آمریکا و یا شخصیت مهمی مثل دونالد ترامپ، چرا همه در طول 4 سال گذشته اتفاق افتاده و اون زمانی که سیاست عدم مماشات و سیاست سفت و سخت در برابر جمهوری اسلامی دنبال میشد، ما شاهد این نوع از به اصطلاح تفحش جمهوری اسلامی در داخل خاک آمریکا نبودیم؟ این نشون میده که جمهوری اسلامی وقتی که متوجه میشه که برای اعمالش در داخل خاک آمریکا و یا در حتی در اروپا، وقتی اون کشورها پاسخی درخور و مناسب و یک پاسخی که بازدارندگی ایجاد بکنه نمیدن،
جمهوری اسلامی هم جریتر میشه. اما اینکه حالا مشخصا اینکه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ بند کرده، فقط و فقط هم مسئله انتقام گیری از بابت قتل سلیمانی نیست. ببینید، فراموش نکنیم بعد از انتخابات 2020 اودینا یه گزارشی منتشر میکنه و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا دخالت کرد این بود که خامنه ای وحشت داشت که ادامه فشارها و ادامه تحریمها ممکن است به سقوط جمهوری اسلامی منجر بشه. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی سوا از مسئله انتقام، یک مسئله اصلی رو هم در نظر داره، اینه که از بقای حکومت خودش در وحشت است و فکر میکنه که اگه اون فشارها برگردند و همزمان مردم ایران هم به خیزش‌های سراسری ادامه بدن، حکومت در یک مخمصه بسیار بزرگی میفته. خب آقای محبی، اشاره کردی به بحث حال مشکلات داخلی که جمهوری اسلامی داره از طرفی، اما جمهوری اسلامی این طرح‌ها رو وقتی در نظر میگیره به تبعاتش فکر میکنه که حالا به فرض اگر یک دفعه یکی از این طرح‌ها عملی بشه، برای پیدا کردن و شناسایی مسیری که ببینی عامل شکستی یا چه گروه یا چه کشوری مثل حکومتی مثل جمهوری اسلامی بوده، برای به مرور زمان مشخص میشه. جمهوری اسلامی آمادگی تبعاتش رو داره، چون برای همین الان هم خیلی چیزها دست داده و شرایط خیلی متفاوت نسبت به چند سال گذشته. آیه مایبی، ادامه از پرسش شما بود. ببینید، تنها دلیلی که اینها به این مسئله انجام میدن، خب یه محاسباتی رو پیش خودشون انجام میدن. تو محاسبه خودشون فکر میکنن که، خیلی واضح بگم، آقای پرزیدنت بایدن بزن نیست. یعنی ما اگر بیایم در داخل خاک آمریکا دست به اقدام ترور بزنیم، ببینید بار آخری که یکی از کشورهای خارجی، یکی از عوامل خارجی در داخل خاک آمریکا 2001 آمدند به ساختمان توغلو در نیویورک حمله کردن و جاهای دیگه، وقتی که دولت طالبان حاضر نشد که اون افراد رو تحویل بده، جنگی به راه انداخته شد. اما الان محاسبه جمهوری اسلامی به این صورت هست که آقای بایدن اقدامی رو انجام نخواهد داد. ببینید، سوا از اینکه اینا وحشت دارن از ترامپ، باید ببینیم که دلیل این ترسی که حکومت داره از اومدن ترامپ چیه. ببینید، ترامپ وقتی که بلافاصله سر کار اومد، بشار اسد رو بمباران کرده بود، اقدامی که آقای اوباما به سراغ خط قرمزی داشت که بهش عمل نکرد. سلیمانی رو کشت، کشتی‌های نفتی جمهوری اسلامی رو متوقف کرد، حقوق گروه‌های نیابتی به خاطر این تحریم‌ها نصف شده بود، گزارشاتی که منتشر شده بود. کشورهای عربی به سمت اسرائیل رفتن، صلح ابراهیم امضا شد، گروگان‌های آمریکایی رو دولت آقای ترامپ تونسته بود آزاد بکنه بدون اینکه 6 میلیارد دلار پرداخت بکنن. مسئله نفتی که به اصطلاح عامل اصلی درآمد حکومتی هستش، در اوج دوران تحریم‌ها در زمان آقای ترامپ به 300 هزار بشکه رسیده بود، ولی ما در زمان آقای بایدن مثلا سال گذشته اینا 2,200,000 بشکه هم رسیده بودن، در 3 ماه گذشته 1,600,000. یعنی میخوام بگم که حقوق نفتیشون هم 6 برابر کرده بود. بله. تا زمانی هم که آقای ترامپ بر سر کار بود، اینا مسئله غنی‌سازی رو بیشتر از 4.5% ادامه نداده بودن، ولی به محض اینکه آقای بایدن بر سر کار اومد، اینا تا 60% هم رفتن، که امروز آقای ظریف هم به این مسئله اشاره کرد، ولی خب اشاره نکرد که این افزایش غنی‌سازی در زمان آقای بایدن انجام شد. همه اینا ما رو به این مسئله میرسونه که جمهوری اسلامی در محاسباتش اگر ببینه طرف مقابل مماشات نشون میده، جریتر میشه. ولی اگر بفهمه که طرف مقابل سیاست سفت و سختی رو در قبال اونها پیش خواهد بود، اونم قدرتی مثل آمریکا، پا پس خواهد کشید. بله آقای خلید، نکته ای که آقای محبی اشاره کردن، جمهوری اسلامی اگر ببینن که دولت سختی بر سر کاره، خب دولت ترامپ 4 سال تجربه‌ای که برای جمهوری اسلامی داشت یک فشار حداکثری بود، با توجه به اون تجربه و خب شرایطی که بسیار به مراتب متفاوت بود، فکر میکنید انتشار چنین سناریوهایی، چنین مباحثی، چه تغییر روی کرده سختگیرانه تری از سوی دولت آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی حاصل کنه؟ خب تغییر آقای ترامپ روز 25 سپتامبر وقتی که مقامات ODNI ایشون رو
آگاه کردن از اون حداقل دو تا توطئه‌ای که اونها در واقع خونسا کرده بودن برای ترور آقای ترامپ به وسیله به سردمداری جمهوری اسلامی، ایشون صریحا گفتن که اگر لازم باشه هر جایی رو که حتی مناطق پر جمعیتی رو که در ایران باشه ممکنه باید لازم باشه که هدف قرار بدن. همون 52 هدف رو منظورتونه؟ بله بله. و عرض کنم به حضورتون که برای اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس، اینا یکی از کارهایی که میکنن این هستش که خودشون رو میان در میان جمعیت مردم غیر نظامی قرار میدن تا اینکه هدف قرار دادنشون به آسانی مشکل، به آسانی امکان پذیر نباشه و در واقع مشکل باشه. بنابراین و خب ما دیدیم که مثلا واشنگتن پست نوشته بودش همون روز که من واقعا فراموش نمی کنم که ترامپ بدون هیچ سندی ادعا کرده که به اصطلاح جمهوری اسلامی پشت سر این تلاش هایی که برای ترورش از طرف اون دو نفری که البته به وسیله پلیس مخفی ایالات متحده هدف قرار گرفتن بوده. و خب ما در زبان حقوقی یک چیزی داریم به نام قرائن و شواهد، و حتی اگر اسناد مستند و متقنی هم که وجود نداشته باشه، قرائن و شواهد کاملا نشون دهنده این هستند که یک تلاش منسجم و هماهنگ شده برای از میان برداشتن آقای ترامپ داره به وسیله جمهوری اسلامی صورت میگیره. حالا پرسشی که وجود داره این هست که و این پرسش رو به نظر من آقای ترامپ جواب دادن بهش، آیا آقای ترامپ به محض اینکه سر کار اومدن در واقع اون 52 تا هدف یا اهداف مشابه رو دستور خواهند داد که آیا با بمب افکن‌های استراتژیک آمریکایی‌ها هدف قرار بدن یا نه؟ به نظر من آقای ترامپ کسی نیستش، برخلاف تبلیغاتی که میشه، کسی نیستش که لزوماً بدون اینکه به پیامدهای تصمیمش فکر بکنه یا در موردش با مشاورانش صحبت بکنه در این مورد تصمیم بگیره. به نظر من بعد از اینکه ما هنوز باید ببینیم مشاور امنیت ملی ایشون کی خواهد بود، وزیر دفاع ایشون کی خواهد بود، ولی به نظر من در 24 ساعت 48 ساعت اول سر کار اومدن آقای ترامپ ما اقدام قاطعی رو هم در شکل تشدید تحریم ها و هم در شکل احتمالاً یک حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی، حالا دستورش ممکنه صادر بشه چند روز بعدش اجرا بشه، ولی چون این چیز رو خواهیم دید. بله، فقط اگه بشه های خیلی کوتاه بگید ممنون میشم. خب ایران تکذیب کرده، هم سخنگوی هم در واقع وزیر خارجه های عراقچی صحبت کردن، هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب کردن. آقای عراقچی گفتن که چطور میشه، من این عبارت ایشون رو بگم، گفته که چه کسی باور میکنه که قاتل فرضی در ایران نشسته و با اف بی آی آنلاین صحبت میکنه. تو ساختار آمریکا میشه سناریو مثلا یک پلیس فدرال آمریکایی جایی به اسم اف بی آی یا وزارت دادگستری میتونه بیاد یه سناریو ساختی که بگه آخه ببینید این استشهاد که تحویل دادگاه شده، اگر اون مامور اف بی آی دروغگویی کرده باشه به خاطر سوگند دروغ باید بره زندان. یعنی مثل جمهوری اسلامی نیستش که هپلی هپو باشه. و آقای عراقچی که چنین ترهاتی رو صادر می‌فرمایند همون کسی هستند که گفتن یه کسی امریکایی‌ها رو، اسرائیلی‌ها رو سر کار گذاشته که اسناد ما رو، اسناد هسته‌ای ما رو از دو قوزآباد دزدیدن، که بعد مشخص شد چند ده هزار سند جمهوری اسلامی به سرقت رفته بود. ببینید به نظر من عروسک‌های خیمه شب‌بازی مثل عراقچی یا سخنگوی خارجه، اینها رو ما نباید بهشون توجه بکنیم. چیزی که وجود داره این هست، آقای کمال خرازی گفتن که ما میتونیم و شاید لازم باشه که هر چه زودتر بمب اتمی بسازیم. این بار دومی هست که ایشون ظرف 4-5 ماه گذشته این صحبت رو میکنن. بنابراین پرسشی که وجود داره اینه، دست و راست چپ جمهوری اسلامی نمیدونن داره چیکار میکنه، و اگر نمیدونن چیکار میکنه در تعریف حقوقی اگر دست
چپ خبر نداره که دست راست داره چی کار میکنه، این دقیقاً تعریف حقوقی توطئه است. بنابراین توطئه‌ای هم از طرف جمهوری اسلامی برای دستیابی پیدا کردن به سلاح هسته‌ای وجود داره و هم برای هدف قرار دادن مقامات حاضر سابق در ایالات متحده آمریکا. بله سپاسگزارم. اتفاقا امروز هم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود که بعد از این پیشرفتایی که در موشک بالستیک داشتیم باید آزمایش اتمی انجام بدیم، تا الان هم تأخیر داشتیم. خب در پایان میخوام یه جمع‌بندی بکنیم اگر بشه آقای محبی، با شما با توجه به وضعیتی که داریم می‌بینیم، دولت دونالد ترامپ روی کار میاد، تجربه دولت او و عملکردش در قبال ایران رو دیدیم، وضعیت خاورمیانه در این چند سال بسیار بسیار متحول شده، چه می‌بینید، چطور می‌بینید آینده پیش رو؟ در تایید صحبت‌های آقای خلیلی بگم که فراموش نکنیم که نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی علاش کردن هست. یعنی بعد از سقوط هواپیما اوکراینی آقای ظریف گفته بودن که چرا زودتر به من نگفتید که ما حالا یه علاجی بکنیم. بنابراین انکار آقای وزیر خارجه جلیل جمهوری اسلامی عراقچی باید گفتش که اساساً شاید ایشون خبری نداشته باشن. وظیفه اینها علاج کردن هستن. ببینید جمهوری اسلامی الان به موقعیتی در منطقه رسیده که خلاصه بعد از حمایت تمام و کمال از گروه های تروریستی و گروه های نیابتی تونسته اسرائیل رو جوری به حرکت در بیاره که جمهوری اسلامی در طی 45 سال گذشته چنین واکنش و اقدامی رو از سوی اسرائیل ندیده. اینطور نابود کردن رهبران اصلی لبنان و همینطور حماس و این به گونه ای رفتار کردن که حوثی‌ها هم خودشون رو جمع و جور کردن و اسرائیل عزمش رو جذب کرده که جمهوری اسلامی رو هم سر جای خودش بنشونه. خلاصه صبر اسرائیل به سر اومد و با به وجود آمدن دولت جدید در داخل آمریکا که بسیار همراه‌تر و همدلتر با اسرائیل خواهد بود، من پیش‌بینی می‌کنم که روزهای بسیار سختی برای جمهوری اسلامی در پیش خواهد بود. آقای خلی، اسرائیل صبرش به پایان اومده در آمریکا، دولت ترامپ با فشار حداکثری روی کار اومده و جمهوری اسلامی هم مجموعه‌ای از تصمیم‌های غیرعاقلانه است. بفرمایید جمع‌بندی. ببینید جنبندی من این هست، آقای ترامپ خودش همچنین نیستش که چنان به اسرائیل در واقع آوانتاژ بده که اسرائیل دست به عملیاتی بزنه که منجر بشه که سربازهای آمریکایی ناچار بشن مداخله بکنند. باز همونجوری که عرض کردم، به نظر من این تبلیغاتی که میشه که نتانیاهو یا آقای ترامپ از روی عصبانیت یه سری تصمیم‌هایی رو میگیرن و بعد زندانی پیامدهای ناخواسته تصمیماتشون میشن، این اغراق‌ها رو ما نباید بهش توجه بکنیم. ولی از طرف دیگه اگر قرار باشه لطمه شدیدی به تاسیسات اتمی ایران زده بشه، من اینو دیروز در جای دیگه ای گفتم، امروز هم عرض میکنم، آقای ترامپ کسی نیست که به یه سری از اصول و قواعدی که مال دوران جنگ سرد پایبند باشه. ممکنه چند تا از بمب افکن‌های استراتژیک ایالات متحده آمریکا رو در اختیار اسرائیلی‌ها قرار بده برای اینکه بزنن و اون تاسیسات اتمی رو کنفیکون بکنن، و آقای ترامپ به هیچ وجه از این جور مسائل ابایی نداره. و فراموش نکنید دست کم چیزی حدود 56 فرمان مختلف اجرایی در همون 24 ساعت اول آقای ترامپ الان آماده شده، پیشنویساش و صادر خواهد شد. و به نظر من اون طوفانی که جمهوری اسلامی و دار و دسته مضحکشون دارن مطرح میکنن، اون گردباد به سرشون خواهد اومد و به احتمال خیلی زیاد سخت رو بر سرشون خراب خواهد. بله سپاسگزارم از حضورتون، آقایان شهرام خلی پژوهشگر تاریخ و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا و نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. از شما بینندگان گرامی هم که در این برنامه خبری تحلیلی با ما همراه بودی بسیار سپاسگزارم. برای بررسی بیشتر خبرها میتونید به وبسایت ما با آدرس voanewsfarsi.com مراجعه کنید. خدا نگهدار.
صدای آمریکاست.